سلام بچه ها، چطورید؟ من فیمس آجی هستم، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. من چرا ما میشکلیه؟ قبل از شروع ویدیو من باید دوتا نکته رو بهتون بگم. یک اینکه اگه من دارم شبیه علیدایی صحبت میکنم و میکنم، دلیلش این که زبونمو خیلی بد گاز گرفتم و مجبورم که ویدیو ضبط کنم. نکته دوم، اگه تا الان کانال منو سابسکرایب نکردید، لطفاً حتما سابسکرایب کنید، یه دکمه قرمز اون پایین. اگه ویدیو رو هم دوست داشتید، آخر سر میتونید ویدیو رو لایک کنید و به من انرژی بدید. دمتون گرم. بزنید بریم سراغ ویدیو. منم خدمت تمام مخاطباتون سلام و عرض ادب دارم. طرف دایرکت داده که خیلی خوشگل و زیبایی. واقعا معجزه خدا رو میشه تو چهره زیبا و دوست داشتنی شما دید. بعد طرف جواب داده من پسرم داداش، عکس خودم نیست، وقتی تو تلف نکن. دلم خیلی واسه یارو سوخت، خیلی بده. فکر کن عکس پروفایل یکی رو ببینی، بعد بری تو کارش که مخ بزنی، بعد اینجوری زایشی. خیلی بده، خیلی بده، واقعا سوز داره. دختره برگشته گفته یکی رو میخوام که پولدار باشه، قد بلند باشه، خوش هیکل، سیکس پک داشته باشه، تحریشو همیشه داشته باشه، موهاشو با یه حالت خاصی بریزه، بعد با جاذبه باشه. با جاذبه رو خوندی؟ با جاذبه؟ What the f- بعد طرف برگشته گفته یه لحظه وایستا الان میرینم. بذار یکم زور بزنم. What؟ یه سیکس پکاش گیر کرده. بعضی از دختره هستن، جدی دارم میگم، قیافشون شبیه بقیه پول ماست میمونه، بعد یه انتظارهایی دارن خیلی فضایی. برای مثال میگم، دختره تا دیروز تو خونه باباش از شیلنگ حیاتشون آب میخورده، بعد الان اومده ازدواج کرده، میگه من فقط آمرانی دماوند میخوام. خب این کارها رو نکنی. لاکچری بازی خیلی مد شده اخیراً در ایران ما. اخیراً من شنیدم که آب معدنی های خارجی آوردن تحت عنوان آب معدنی های کوههای آلپ. حالا کی از کجا میدونه آب کجا هست؟ آب آلپ یا دماوند؟ آب تهران؟ آب طرف گفته اسم تو بگو. خب طرف گفته سنا. گفته سنا؟ گفته آره. همونی که همه میتونن باش نقاشی بکشن، میگه نه. میگه چرا دیگه، با سنا همه میتونن نقاشی. واقعا این تبلیغ گند زد به هر چی اسم سنا. نمیدونم این تبلیغ رو یادتونه یا نه، ولی یه دختر بچه میومد داخل تلویزیون، بعد نقاشی میکشید، بعد میگفت نقاشی های زیبا با سنا چه آسونه بچه. نقاشی های زیبا با سنا چه آسونه بچه ها. یه همچین چیزی بود. بعد ته ماجرا برمیگشت میگفت اینجوری داشت نقاشی میکشید شبیه اسکله. با سنا همه میتونن نقاشی بکشن. یه همچین سیسی داشت و خیلی سوژه بود، خیلی سوژه بود. طرف برگشته گفته من الان توی مهمونی هستم، پر از دخترای خوشگل، خوش هیکل، همه چی هم. یادم ویدیوی افتادم، مرده بود گفت رفتم ترکیه، اومدم ترکیه، دوست دخترم الان میخواد بیاد ترکیه. چه حالی دارم میکنم؟ خاک ترتون. الان دوست دخترم میاد، همه چی هم هست به ترکون، ولی همش دارم به تو فکر میکنم. باور کن، مثل سگ خیس داره دروغ میگه، کاملا مشخصه. بعد دختره گفته ببین ادای این آدم سرشلوغا رو در نیار. مریم در دقیقه پیش تو ساندویچی سر کوچه‌تون دیده داشتی کوکتل پنیر سفارش میدادی. یعنی آدم با آفتاب شیرموز بخوره اینجوری زایه نشه. خیلی بد بود، خیلی بد بود. طرف برگشته گفته سلام، امین برات تو فرودگاه کار پیدا کردم. کارش خیلی خوب و ساده است، حقوقش هم خیلی خوبه. میگه داری اذیت میکنی داداش. میگه میذاری بگم یا نه؟ میگه بفرمایید. چقدرم طرف جدیه بیچاره. میگه تو باند فرودگاه پشت هر هواپیما که بلند میشه یه کاسه آب بریز بگو خدا اینم خیلی بد بود. منم یه بار همچین ایستگاهی شدم که یکی از رفیقام بهم گفته بود یه کار برات پیدا کردم تو مرغداری. البته فهمیدم قراره ایستگاهشم، ولی خب خیلی جدی ادامه دادم. گفتم خب چیکار باید بکنم؟ گفت کار خاصی نیاز نیست بکنی، این مرغایی که فلجن رو با ویلچر باید ببری تو دستشوی بیاری. و اون روز خیلی خندیدم. همین.
همین بخندید دیگه، بخند. الان من اینو گفتم که بخندی. ایش نوشته که سلام اصل، بعد طرف گفته مسعود 24، بعد طرف گفته مهسا 20، بعد گفته کدوم شهر، نوشته ببخشید آبجی بای. الان اینجا دو تا حالت داره، یا طرف خیلی مذهبی و بادین بوده که فهمیده طرف دختره، گفته لا لا الا لا استغفر الله نه آبجی برو فلان از این داستان ها، یا اینکه طرف هم جنس باز بوده. یکی از این دو تاست، نمیدونم، ولی یکی از این دو تاست. یعنی واقعا همچین پسره هنوز پیدا میشن؟ تو این چت پدره گفته سلام پسرم 14:31، بعد پسره گفته سلام بابا، جانم بابا چی داری تایپ میکنی؟ چی شد هنوز داری تایپ میکنی که؟ بابا کار دارم و میخوام آفلاین. وای وای، تایپ کردن این پدر مادرها خیلی رو مغزه. بعد دیدی چجوری تایپ میکنن؟ پ ب ر. تو وقتی خودت دو تا دست بهتون نده اینجوری بزنید دیگه. چرا این، من نمیدونم چرا پدر مادرها اصرار دارن اینجوری تایپ کنن. خب اینجوری تایپ گنده داش. بعد الان اینجا 14:31 بوده، شده 14:40، یعنی 9 دقیقه طول کشیده. گفته آمدی نان بخر و بیا. ای خدا. بعد پسره گفته همین یه ساعت داری تایپ میکنی. بعد گفته چشم الان نان میخرم و خواهم آورد. بابا این چت دختره به پسره پیام داده، میگه که اون ماهی قرمز تو آکواریوم خونتون بود. بعد میگه خب، میگه وقتی دهنشو باز میکرد انگار میخواست شعر بخونه. بعد پسره میگه کجا میخواست شعر بخونه؟ بعد میگه کرال پشت شنا میکرد. میگه کرال پشت؟ میخوام بیام خونتون ببینمش. بعد پسره گفته خب چه کاریه؟ عجب گاویه این پسره، واقعا نگرفته نکته رو. بعد میگه خب چه کاریه، این همه رابیه ماهی رو ببینی، عکس برات میفرستم. بعد دیگه بعد دختره برگشته گفته خاک تو سر احمقت بکنه، خیلی پاستوریزه. از همین تریبون به سعید جان میگم که اونجا با جذبه رو میخونی با جاذبه، اینجا دیگه وحید رو میگی سعید. حاجی هویج بیشتر بخور، اون چشات دیگه اصلا سو نداره. خاک تو سرت دادش دیگه، طرف داره خودش میگه، داره میگه یوکس پلشت. طرف میگه سلام، گفته مخلصم. از موبایل سر در میاری؟ آره بفرما. چرا سمیرا و جمیله و ابو ساتور پیش من کار نمیکنن؟ What؟ بعد طرف میگه این حرفا چیه؟ همچین چیزی تو موبایل نیست. میگه یه لحظه اسمشونو برات بفرستم. کامیرا رو گفته سمیرا، به جیمیل گفته جمیله، اپستور رو گفته ابو ساتور. دیگه اینو نمیتونم بپذیرم خداییش. این دیگه طرف زیر سوال میبره. اپستور؟ ابو ساتور از کجا در آوردی تو لعنتی؟ جونم چرا آن شدی گلم؟ آن نشم؟ جون تو هر کاری دلت میخواد بکن گلم، گوه خورده کسی بهت چیزی بگه. طرفم گفته گوه میخوری پس چیزی. وای 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 وای، خیلی خیلی بد بود، اینم واقعا افتضاح بود، واقعا افتضاح بود. خب بچه ها این بود از ویدیوی امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد حتما این زیر یه دکمه هست به نام لایک، نه براتون پول برق میاد، نه پول گاز میاد، نه چیزی ازتون کم میشه. خب بچه ها این بود از ویدیوی امروز، مرسی که ویدیوی امروز رو دیدید. اگه دوست داشتید این ویدیو رو حتما لایک کنید و اگه سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. دمتون گرم. سابسکرایب من زبونم شبیه علیدایی شدم خوده. سابسکرایب کنید.